رساله یعقوب رسول یعقوب فصل اول یعقوب بنده خدا و بنده عیسی مسیح خداوند به 12 طایفه اسرائیل که در سراسر عالم پراگندند سلام می فرستد. ای برادران من، هرگاه دچار آزمایشات گوناگون می شوید، بی نهایت شاد باشید. چون می دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می شود. و وقت بردباری شما کامل شود، شما انسانهای کامل و بی نقص شده و به چیز محتاج نخواهید بود. اگر کسی از شما بدون حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد. اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون کسی که شک کند مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می شود. چون این شخص نباید گمان کند که از خداوند چیز خواهد یافت، چون شخص دودل در تمام کارهای خود ناپایدار است. برادر مسکین باید به سرفرازی خود در برابر خدا فخر کند و برادر ثروتمند نیز از ناچیزی خود، زیرا او مانند گل علف زودگذر است. همین که آفتاب با گرمای سوزان خود بر آن می درخشد، علف را می خشکاند، گل آن می ریزد و زیبایی آن از بین می رود. شخص دولتمند نیز امین طور در میان فعالیت‌های خود از بین می رود. خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقت آزموده شود، تاج زندگی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. کسی که گرفتار وسوسه می شود، نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. انسان وقت دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. در نتیجه شهوت عامله می شود و گناه را تولید می کند و وقت گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود. ای برادران عزیز من، خود را فریب ندهید. تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدای می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. او بنابه اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه از خلقت تازه او باشیم. بنابراین ای برادران عزیز من، هر کس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود، چون عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی خدا کمک نمی کند. پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت آمیز را از خود دور کنید، خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد بدون کبر و با ملایمت بپذیرید. شما باید مطابق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید، چون کسی که به کلام گوش می دهد ولی مطابق آن عمل نمی کند، مانند مردی است که به آینه نگاه می کند و چهره طبیعی خود را در آن می بیند. او خود را می بیند ولی همین که از پیش آینه دور می شود، فراموش می کند که چهره اش چگونه بود. اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش نگاه کند و همیشه متوجه آن باشد و شنونده فراموشکار نباشد، بلکه مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد. اگر کسی گمان می کند که آدم دیندار است ولی زبان خود را نگاه نمی دارد، خود را فریب می دهد و ایمان او بیفایده است. دیانت پاک و بی‌آلایش در برابر خدای پدر این است که وقت یتیمان و بیوه‌زنان دچار مصیبت می شوند، از آنها توجه کنیم و خود را از فساد دنیا دور نگه داریم.